نی سیاسی کرد هدایت عبدالله پور توسط دشقیمان خامنه ای عفو بین الملل اعلام کرد مقام های رژیم ایران تا زمانی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی خودداری کنند طبق قوانین بین المللی مرتکب جرم ناپدید کردن اجباری شدند. عفو بین الملل تاکید کرد باید پیکر این زندانی سیاسی بلادرنگ به خانواده وی برگردانده شود و تحقیقات مستقلی در مورد شرایط اعدام غیرقانونی وی انجام شود. در آلبانی آمار مبتلایان کرونا به 1416 نفر افزایش یافته است. ادیراما نخست وزیر این کشور نسبت به افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا اظهار نگرانی کرد و هشدار داد ما در خطر قرار داریم. چیزی که نگران کننده است این است که این روند افزایش ادامه دارد. این وضعیت نه تنها میتواند باعث آسیب به زندگی مردم شود بلکه ما را مجبور میکند تا زمان پیدا شدن واکسن به تنها داروی این مسئله که قرنطینه است برگردیم. ادیراما ویروس کرونا را دشمن نامرئی خواند و گفت این ویروس کماکان در محیط‌های اجتماعی وجود دارد. او با اشاره به قیمتی که مردم آلبانی در مدت قرنطینه پرداختند از آنها خواست تا از قوانین و مقررات مقابله با شیوع کرونا پیروی کنند تا مانع اعلام مجدد قرنطینه در کشور گردند. ادیراما گفت آسیب‌های اقتصادی را میتوان جبران کرد اما جان انسان‌ها را نمیتوان برگرداند. Të lëshojmë kushtrimin e rimbylljes, por nëse vazhdojmë kështu dhe nuk ndryshojmë sjellje të gjithë urgjent që sot, më një herë, dhe nëse numrat e të shtruarve vazhdojnë